سلام بیننده های عزیز تلویزیون جهانی یک، امیدوار هستم صحتمند سرحال تندرست باشید، دور از گزند روزگار باشید. شامتان بخیر عزیزان دل. باز هم برنامه شام یک ویژه هست در خدمت شما خوبان قرار داریم. امیدوار هستم تا آخرین لحظه برنامه را بیننده باشید، صحبت های جالب با مهمانان می داشته باشیم. عزیزان دل، باز هم امروز مهماندار هستیم، جوان مستعد، جوان مؤدب، یکی از سیاستگران جوان بگویم، محترم احمد شاه یورش، فعال سیاسی و یکی از سیاستگران جوان، در رسانه های مختلف افغانستان بحثا می داشته باشه و در حکومت های ازبق در بخش های مختلف کار کرده، فراز و نشیب های زیاد را متقبل هم شده، سپری کرده، صحبت ها را از زبان خودشان میشنویم. جناب یورش عزیز سلام، وقت بخیر، از اینکه دعوت ما را پذیرفتین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با کسب اجازه حضور شما همکاران تکنیکی و همه بیننده های شبکه یک درود. سلامتی، بخیر آمدین انشاءالله. تشکر، سلامت باشه. تولد و تعلیمات و تحصیلات را از کجا آغاز کردین؟ تولد کدام ولایت زیبای افغانستان هسته؟ چون روال برنامه ما هست. اصالتا از ولایت پنجشیر هستم، اما در سال 1368 در ولایت کابل متولد گردیدیم. تعلیمات ابتدایی و متوسطه را در کابل با پای اکمال رساندیم. بعدش رفتین به طرف تعلیمات، تحصیلات، تحصیلات را با کجا رساندیم؟ بله، بعد از البته در سال 1387 زمانی که از لیسه فارغ شدم، به یکی از دانشکده های مورد نظر خود، یعنی دانشکده اداره و دیپلماسی یکی از دانشگاه خصوصی را پیدا کردم و در سال 1392 البته شامل دانشگاه، در سال 1395 هم سند لسانس خود فرا گرفتیم و یک دوره تحصیلی که البته در مقطع دکترا بوده در یکی از دانشگاه در رشته روابط بین الملل به پای اکمال رساندیم. برادرها هم دیگه هستن اگر از اونا بگوین، و اینکه ازدواج هم کردین حتما دیگه؟ بله، از مرحمت پروردگار آرسی کردیم یک بار تا هنوز. ها، ثمره دیگه؟ ثمرهش من حیث یک کراس باقی بمونه. برادرها هست حتما؟ بله، برادرها هستن در بخش های مختلف. دوستایی را که نامایشان شنیدیم خب ورزشکارا هم هستن؟ بله، البته ایتریس یورش، حمزه یورش یک از قهرمانان رشته پهلوانی هستن که در میادین مختلف البته به مسابقات پرداختن و دستاوردهای خوب داشتن. شما ورزش میکنین دیگه؟ البته در اوایل جوانی و نوجوانی مصروف بعضی از رشته‌ها بودیم، فعلا مصروف ورزش و دوزی ورزش کدام کار و کدام مصروفیت ندار. خب عضویت کدام حزب را داشتین در حکومت های ازبق؟ بله، در گذشته عضویت یکی از احزاب را داشتیم که عملا در ساختار نظام جمهوریت نقش داشتن، اما پس از تحول که آمد از فعالیت های حزبی و سیاسی بنابر لزوم دید رهبری امارت اسلامی افغانستان که یک ریاست به نام ریاست انسجام و ثبت سازمان های اجتماعی و احزاب سیاسی در ساختار وزارت عدلیه بود لغو شدن، ما هم از فعالیت های سیاسی دست کشیدیم. خب در اون زمان دیگر فعالیت ها داشتین دیگر؟ بله، مسئول احزاب سیاسی چرا برای افغانستان یک برنامه های بالاخره تهدابی نداشتن؟ آقای یورش، ما بعد از جنگ یا اینکه اتحاد جماهیر شوروی تا دندان مسلح بر افغانستان آمد تجاوز کرد، بعد از اینکه اونا رفتن بالاخره ملت افغانستان قهرمانی کردن، یا عذاب سیاسی یا جوانان قهرمان ما، همه در این موارد نقش داشته، یک تیم، یک حزب، یک جریان سیاسی هم میره به خود نمیتونه که برچسب بزنه که این کار ما بوده و تیمم بوده، در جه همه نقش داشتن. بعد از او چرا کارهای بنیادی نشد؟ کابل ما ویران شد، مردم مهاجر شد، معلول شد، معیوب شد، چرا اینا بین هم جور نامدن؟ متاسفانه باید اعتراف کنیم که پس از سال 1371 در پی فروپاشی رژیم کمونیستی وقت، زمانی که احزاب داخل کابل شدند، متاسفانه درگیر یک جنگ شدند که از قبل قابل پیش بینی نبود.
استخبارات منطقه و بعض کشورهایی که از آدرس جنگ و شرارت در افغانستان در واقع اهداف استراتژیک و رابردی خود تعقیب میکردن، خواستن که با حمایت از بعضی از گروه ها و احزاب در واقع به اهداف و مقاصد سیاسیشان که همانا در واقع زورآزمایی با بعضی از قدرت ها در منطقه بود به او دست پیدا کنن. خب اونا که دست پیدا کنن بعدش اینا بدکتی از اونا بودن؟ ما در یک موقعیت قرار داریم، در یک کشور قرار داریم که باید تماما اساسیت ها و وابستگی های کشور را درک کنیم. بله. متاسفانه بنابر موقعیت جیوپولیتیک و جیواستراتژیک که قرار داریم، همواره نظام ها در آغوش بعضی از بازیگران بزرگ بین المللی بودن و اصطلاح عام داریم ارکنان دهد فرمان دهد. امیدوار هستیم در شرایط موجود که اس غیر وابستگی شکل گرفته، ما بتانیم آیسته آیسته به اهداف دیرینه مردم افغانستان که امان و ثبات و آرامش دائمی است دست پیدا کنیم. این که درست از جناب آقای یورش، من کتنان داد فرمان داد، اما چرا به وطن فکر نکردن؟ و این که اینا به نام رهبر و رهبرزاده ها آمدن، بالاخره گفتن ما اینجا افغانستان را می سازیم، بالاخره از تعصبات دور می باشیم، همه اقوام گرد هم یک جا می شیم، این که پشتون است و تاجک است و هزاره است و ازبک. بعد از اتحاد جماهیر شوروی جنگ های داخلی شروع شد، سر از این موضوع گفتیم اگر شما صحبت داشته باشیم بچرخیم، ما یک آدرس درست نداشتیم و این که متاسفانه که مو به نام رهبر و به نام کلان سوق می دادن یک تعداد به نام از این موارد که تو تاجک خوب نیست، اون میگفت پشتون خوب نیست، اون میگفت هزاره، اون ازبک. مقصر اصلی کی بود در این مقطع زمانی که همچو مشکلات را ملت افغانستان متقبل شدن؟ تاریخ در قبال از اینا قضاوت میکنه. قسمی که قبلا اشاره کردم بازم تاکید میکنم که خب آنچه حوادثی که در گذشته اتفاق افتید در واقع خاطر تلخ مردم افغانستان دارن، اما به گذشته ها بر نمی گردیم. امیدوار هستیم که با استفاده از تجارب تلخ گذشته آینده را خوب رقم بزنیم. هیچ کس انکار کرده نمی تانه که در سالهای 71 الی 75 یا الی 1380 جنگ و مشکلات در افغانستان وجود نداشته. اگر ما زیاد دنبال قضایای گذشته بچسبیم در گذشته مسور می مانیم. خوب است که نسل جوان کشور، نسل فعلی که تجربه تلخ از گذشته دارن، در راستای وحدت، انسجام و همگرایی بین مردم افغانستان کار کنند تا تانسته باشیم این کشتی شکسته را به ساحل مقصود برسانیم. سلامت. میم بر حکومت ازبق، شما در یکی از تیم ها یک مدت سخنگو بودین، فکر میکنم در انتخابات و این موارد. چی شد؟ کارا در کجا رسید باز؟ و همونطور برنامه ها ماند و آقای میایم با سر کار کرد و جناب آقای کرزای و اشرف غنی چی کارهایی کردن و مخصوصا برای جوانان افغانستان، چون من و تو هم جوان هستیم، میریم در این موارد اگر شما صحبت ها داشته باشید. بله، من در واپسین انتخابات ریاست جمهوری که در کشور صورت گرفت سخنگوی یکی از دستای انتخاباتی بودم. شما میدانید که فضای انتخابات یک فضای رقابت است. گاهی اوقات در رسانه و در میدیایی که حضور داشتیم، طبیعی است که به حمایت از تیم خود یا برای بازتاب انعکاس برنامه و پروگرام دستای انتخاباتی به سمت مردم میرساندیم. اما وضعیت به گونه آمد، شما میدانید که متاسفانه بعضی از مورها و علاقاتی که وابستگی با بعضی از قدرت‌های زمان داشتند با خیانت در برابر اراده و آرای مردم افغانستان در اهرم قدرت سیاسی افغانستان را پیدا کردند. خب این که آقای غنی آمد به کرسی ریاست جمهوری نشست، درست؟ بله. جناب آقای دکتر عبدالله مساویانه اینا تقسیم کردند و بالاخره یک تفاهمات سیاسی صورت گرفت، اما ملت افغانستان در اینجا به مشکل برخورد.
اینکه رفتن پای صندوقهای رای و حالا هم میگن که رای از بیرون کسی آسون میگه که انتخابات شوه و رای و خوی. ما و شما شاید از این موارد بودیم، اون که چی مشکلات را ملت افغانستان متقبل شدن. همون دوستایی که بودن این بزرگوارا را که از بالاتر از 40 مملکتی که در افغانستان آمد و پولا بسیار پولای گزاف سرازیر شد در افغانستان، متاسفانه که کارهای بنیادی که باید صورت میگرفت به او اندازه صورت نگرفت و این دوستایی که بودن نقش کلیدی داشتن، اینا میپذیرن که ما اشتباه کردیم. خب مشکلات البته در چند دور انتخاباتی که در افغانستان صورت گرفت وجود داشت. بعضی از دستای انتخاباتی واقعا با شعارهای خیالی و میانتویی آمدن از آن عامه مردم افغانستان تسخیر کردند، اما زمانی که در رأس اقتدار و حاکمیت سیاسی افغانستان را پیدا کردند، به همه تعهداتشان در قبال مردم افغانستان پشت کردند. این بار شما میدانید که مردم افغانستان با تجربه‌ای که از گذشته‌های دور دارند، دیگر شعاری که به وحدت افغانستان، به همگرایی افغانستان کمک نکنه، دنبال بعضی از گروه و علاقات که فاقد پایگاه اجتماعی و مردمی در افغانستان است نخواهند رفت. اگر اونا بازم بین با دکته کشورهای بیگانه بگن که ما کار میکنیم، بالاخره باز اون جوانان ما نخواهد رفتن طرف شانه. امیدوار هستیم که تحول اخیر سیاسی درس کلان برای مردم افغانستان خاصتا جوانان شده باشه. یقین کامل دارم که هرگز مردم افغانستان مرتکب اشتباه در گذشت در آینده نخواهند شد و حوادث و وقایع گذشته میار و ملاک تصمیم گیری های آینده شان خواهد بود. اکثریت ملت افغانستان جوان هست. ما بالاتر از سنین 50 تا 55% شاید از 18 تا 25 سال بالاتر از ما 68% جوان باشه. چطور میتونیم یک زیر یک چتر و برنامه های خوب داشته باشیم، برای دولت هم پیشکش کنیم؟ امارت اسلامی هست و اداره جوان هم. چون وقتی که از جوان یاد میکنم، من هم جوان هستم، تو هم جوان هستی، همکاران ما را که داری جمعی بینی جوان هست. اداره جوان باید مستقل شود، درست؟ و بودجه مشخص برایش باید تنظیم شود. اکثریت کشورها وزارت جوانان و ورزش هست، چون ورزش هم ربط داره به جوان. دقیق. اکثریت قهرمانان ورزش که اگر ما فکر میکنیم در سن 40 یا 35 یا 25 اصلا، اما قهرمانایی که بسیار به سطح رده های اول از مثل کریستیانو رونالدو یا اینکه مسی، اینا جوان هستن. ما که از جوان یاد میکنم، چون درد یک جوان را حس میکنم. اداره باید در اون زمان خب برای جوان کار صورت نگرفت، صدها به هزاران صحبت ها شد که اداره جوان باید مستقل شد. متاسفانه که نه آقای کرزی نه آقای اشرف غنی هیچ کسی درد یک جوان را حس نکردن، چه پارلمان افغانستان بود یا مجلس این بود، سنا یا اولسی جرگه. حالا باید برای جوان ها چی کار صورت بگیرن و چی خلاهای بود در این موارد؟ خلاهای گذشته در اوضاع مختلف در خور تعمل و دقت است، خاصتا قشر جوان من حیث ستون فقرات یک کشور باید جایگاه شایسته شنشان در نظام ها مد نظر گرفته شود. اما توقع نداشته باشیم از امارت اسلامی که پس از البته سال 1401 در ایرم قدرت سیاسی افغانستان را پیدا کردند، اما خواستا و مطالبات مردم افغانستان را یک شبه تنظیم کنند. بگذاریم وقت نیاز است، یک فرصت در اختیارشان بگذاریم. امیدوار هستیم کمی کاستی ها و خلاهایی که در بخش های مختلف بیداد نکنه نقطه پایان گذاشته باشیم. جناب غنی کار کرد یا جناب آقای کرزی؟ شما شاید کارشان بودین. اگر کار بنیادی حدی اقلش 50% کارهای اساسی کدامش انجام دادن؟ من یک اصطلاح دارم در برابر آقای کرزی و اشرف غنی، در مجالس و محافل مختلفم یادآور شدم. متاسفانه آمد کرزی و اشرف غنی من حیث بچه‌خوانده آمریکا و ناتو برای تطبیق پروژه غرب، خاصتا ایالات متحده آمریکا، از هیچ جنایت در حق مردم افغانستان فروگذاشت نکردند.
ای کاش او چانس ها و فرصت هایی که در اختیار ما قرار داشت استفاده کلان سیاسی می داشتیم. شما می دانید که امواره از این دو چهره که خودت نام گرفتی برای قدرت و ثروت خود از هیچ کمکاری تن همین دو چهره بود یا چهره های دیگه هم که از اینا شریک بودن؟ خب ما تمرکز و فوکس ما بالای مورای غرب و امریکا که پس از سال 2001 وارد افغانستان شدند، به شمول آقای کرزی، اشرف غنی، احمدزی، زاخیلوال، اقلیل حکیمی، اما تحصیل کرده های غرب. همین جناب یورش عزیز، عزیزان دل وقفه داریم، زود برمیگردیم. عزیزان دل خوش آمدید. برنامه شام یک ویژه در خدمت شما خوبان قرار دارم. جناب آقای احمد شاه یورش، فعال سیاسی، مهمان ما است. یورش عزیز، موضوعات خوب را اشاره شد. بعد از 2001 این که امریکا جمع 40 مملکت دیگه که آمد، نقش آقای کرزی خو مشخصا در اوج نبود، دیگه کسا هم نقش داشت. درست این که چی شد و چی نشد، آیا اونا هم میپذیرن که اشتباه کرده بودن یا نکرده بودن؟ به خاطر از اینکه یک شخص در اوج خوب چی میگن در بن امضا نشد یا کدام کار نکردن، کسای دیگه هم نقش داشتن. درست شما میدونید که آقای کرزی از سال 1380 تا 1393 رئیس جمهور افغانستان بودن. بارها شاهد هستیم که رهبران سیاسی، رهبران احزاب از تمرکز انحصار قدرت سیاسی در داخل ارک شکایت و گلایه داشتند. میپذیریم که یک نظام، یک رژیم متشکل از بخشای مختلف میباشه، اما در رأس تصمیم گیری های کلان و بزرگ بدون شک رؤسای جمهور قرار میداشته باشند که با یک تیم کاری خود در بخشای مختلف کار میکنن. ما از نظریات خود، از باور خود در برابر آقای غنی و کرزی در جای حاضر هستیم که پاسخگو باشم و دفاع کنم. هدفی از جناب یورش عزیز ما تعصب نداریم، چون هر کس تعصب داشته باشه مسلمان نیست. وقتی که ما بنیاد میکنیم در اوج، اگر شما به تاریخ برگردین، آقای ستار سیرت رای بلند داشت. درست اینجا آوردن آقای کرزی را و اون کسایی که رای دادن، اون کسایی که رفتن در اوج، درست از هر کسی که چی کار کرده، کدام حزب چی کار برای افغانستان، اگر خوب کرده بد کرده، همه مردم افغانستان در قبال از اینا قضاوت میکنن. حالا طفل افسال هم میدانن که چی گپ است چی گپ نیست. من میگم سر ازی که اینا وقتی که در روز اونا را آوردن، من میگم که اتحاد جماهیر شوروی که آمد به افغانستان تجاوز کرد. خب فرق بین از او هم کفار است، آمریکا هم کفار است، اینا بالاتر از 40 مملکت دیگه هم آمدن. چرا در اینجا خم ابرو نشد؟ اینجا استقبال میکنیم، میگیم بین دز بسینه، اونجا میگیم ما مبارزه میکنیم با اونا. این من میره من حیث یک فعال سیاسی از شما ایره من میپرسم، چرا در قبال از این خاموشی، در قبال از اون مبارزه؟ در تاریخ معاصر افغانستان، زمانی که ما حوادث و وقایع سیاسی را مطالعه میکنیم، قبلا اشاره داشتم، متاسفانه وابستگی های سیاسی و اقتصادی که افغانستان در ادوار مختلف تاریخ با قدرت های زمان داشتن، تصمیم گیری های ما در واقع پروگرام و برنامه هایی که در سطح ملی داشتیم متاثر از بازی های قدرت های بزرگ زمان بودن. شما مثال زده حادثه 11 سپتامبر که بعد از حادثه 11 سپتامبر ایالات متحده آمریکا در رأس ائتلاف جهانی وارد افغانستان شدند. خب شما میدونید که از سال 1375 تا سال 1380 حوادثی که در افغانستان شکل گرفت، یک طرف قضیه افغانستان البته امارت اسلامی فعلی که در اون زمان در برابر گروه های رهبری احمد شاه مسعود می جنگیدن، یک حادثه شکل گرفت و بعضی از مورا ها و علاقات آمدن داخل افغانستان شدن و یک بانی هم به ایالات متحده آمریکا که باید
در افغانستان لشکرکشی میکردن و آمدن، متاسفانه فرصتهای کلان از دست دادیم. کار اساسی نشد. کار اساسی متاسفانه صورت اگر آورده میشون هم کار اساسی نکرده. خب اگر ما موافق می بودیم یا مخالف، ایالات متحده آمریکا به اساس همان هژمونی سیاسی خود و به اساس نقشه‌ای که از قبل داشت وارد افغانستان میشدن، حتی اگر سیاسیون افغانستان موافق می بودن یا مخالف، آمدن یک مدت که در افغانستان بودن متاسفانه کارنامه زشتی از خود به جا گذاشتن. یا به راضی یا به زور می آمدن دیگه. بدون شک. جنگ جمهوریت در مقابل امارت اسلامی چی بود؟ بازم به مو اصطلاح قبلی خود برمیگردم که از سال 1380 تا تابستان 1400 ما شاهد یک جنگ خونین در افغانستان بودیم و بعض دستپرورده های غرب من حیث مجری پروژه های آمریکا و ناتو نه تنهایی که با طالبان جنگیدن، بلکه در دو جبهه دیگر با متنفذین قومی و رهبران احزاب سیاسی و جهادی در جنگ بودند و یک خونریزی کاملا که خلاف توقع مردم افغانستان بود برای انداختن و بعد با همان بکس ها و به همان کیسه هایی که آمده بودن دوباره به کشورهای اصلی خود برگشتن. احزاب سیاسی هم خود را نبود. اگر ما شما تصاویر حیرتان را ببینیم، تصاویرهای مرزای خود را ببینیم، فرودگاه کابل را میدیدیم، چی حالت بود؟ خب در حال که قبل از اینکه امارت اسلامی به کابل بیا، جناب آقای امیر اسماعیل خان را خونا تسلیم شدن، بعدش با آقای متقی وزیر خارجه امارت اسلامی صحبت کردن، گفتن شما در امن امان هست، نفع عمومی است و اونا باز بعدن گفتن ما میریم چند روز بعدش به ایران ما تداوی میکنم که در اوج هم کارهای سیاسی خود پیش میبرد. یک نفر خونه بود جناب آقای یورش بین که ما قضاوت ما من حیث یک جوان، من حیث یک ملت، اگر بگوییم عادلانه عادلانه باید باشه، اگر یک شخص را بگوییم که فلانه رفت، خب فلانه که مسئولیت مهم دیگه را داشت و احزاب سیاسی که میگفتن ما رهبرا هستیم، اینا برای ملت جفا نکردن. آیا دیگه ملت سر از اینا باورمند است؟ هر عذابی که باشه، ما دور از این که ما تعصب ندارم، آدم ملی هستم، پشتون قلبم است، تاجک وجودم است، همه از اینا رو من حیث یک برادر تن وجود من اینا رو فکر میکنم، خدا شاید از هر کدام از اینا تن وجودم است. امتحان خدا دادن، راه ها رو ما و شما دیدیم، تصاویر ها سرازیر شد، عیرتان رو دیدیم، دیگر رو دیدیم، دیگر جای دیدیم. چرا از این که قبل از این که همچون مشکلات ایجاد شد اینا چرا یک تفاهم نکردن در دوحه که این یک فیصدی ما، این یک فیصدی شما، میم امارت جمهوریت نه امارت اسلامی، سر یک بیرق هم صحبت میکردیم گپ حل میشد، اونا هم از تبعید ما برآمدن، افغانستان هم خانه مشترک همی ما میبود. متاسفانه واقعیت مسئله همی است که رهبران احزاب جهادی و سیاسی در افغانستان از پایگاه مردمی برخوردار هستند. ای کاش همین چانس ها و فرصت هایی که در 20 سال گذشته یا 22 سال گذشته در اختیار بعضی علاقات و مورهای غرب قرار داشت، در اختیار رهبران سنتی افغانستان قرار می داشت. یقین کامل دارم اگر این چانس ها و فرصت ها در اختیار رهبران سیاسی افغانستان قرار می داشت، پیش از توافقنامه صلح دوحه در سال 2019 سالهای پیش ما به یک توافق دست پیدا میکردیم که تا اکنون البته شاهد خونریزی در کشور نمی بودیم. متاسفانه مورای غرب به عنوان مجری پروژه بی‌ثباتی در افغانستان خیلی چانس ها و فرصت های کلان از مردم افغانستان گرفتن و در آخر کارم خلاف همه توقعات و باورهای مردم افغانستان فرا را برقرار ترجیح دادن. امیدوار هستم که مردم افغانستان درس خوب از واپسین تحول سیاسی در افغانستان گرفته باشند. جناب آقای یورش، اون موره های را چند بار است تاکید کردین که در افغانستان غربیا موره های خود را گذاشته بودند و میخواستن که اهداف از اونها را تطبیق کنن. در کنار از اون معاون رئیس جمهور مثلا آقای دوستم، والی ما جناب آقای نور، وزیر ما بینمی منوال، همه در اینجا نقش داشتن، درست؟ اما یک شخص میتونه که مهره باشه این دوگاه که اگر خب موقف معاون رئیس جمهور هم خیلی موقف کلانی از دیگه، درست؟
به خاطر بقای مملکت کاری که میشد. تطبیق قانون به اون صورتی که باید انجام داده میشد نشد، درست؟ ما شما در خلای قانونی بودیم، میگفتن که ما موتر، مثلا یک موضوع کوچکی که برایتان میگویم، میگفتن موتر 100% فلم باید منع شوه. متاسفانه که همین به نام رهبر و رهبرزاده ها اینا موترهای ضد گلوله، خب هر حالتش 100% فلم در او اختطاف، هر کار، هر فجایعی که میشد، اینا نقش نداشتن، اینا گناهی نکردن، اینا همشریک اون مورخا نبودن. ما بارها گفتیم، قسمی که در مقدمه گفتگو هم با شما اشاره داشتم، اگر در بدنهای از نظام بودن، اون نقش و جایگاه سمبولیک به خود داشتن و بارها شما شاهد هستی، از معاونین رئیس جمهور شروع تا سایر رؤسای بزرگ و ارشد نظام جمهوریت از تمرکز انحصار قدرت گلایه داشتن و دائم شورای امنیت ملی جمهوریت و ارگ ریاست جمهوری را کانون و لانه توطیه می خواندن. بگمان که البته هر کس به اندازه سایه مسئولیتشان در برابر مردم افغانستان مسئول هستند، اما وزنه خیانت و جنایت سردمداران نظام جمهوریت به پیمانه سایر از مسئولین نظام جمهوریت سنگینی میکنن. سلامت. سیاسیونی که در بیرون هستند، جناب یورش عزیز، چی میکنن؟ نمیدونم، باید که... از خودشان پرسیده شده که چی اینا در بیرون، اینا نشستهای را برگزار میکنن، این کدام رای حل داره؟ چون مسئله افغانستان در خود افغانستان اگر حل نشه، ما و شما خو شاهد از این بودیم، اگر باز بریم کشورهای انگلیس را بگوییم، فرانسه را بگوییم، آمریکا را بگوییم که بیا ما را کمک و امکانات بده، همون گپ قبلی که ما خودت زدیم، نان داد فرمان داد، خب باز همینطور میشه دیگه. خب باز یک بس از این که ما با تو کار میکنیم، تو بیا ما را حمایت کن، همین روش من فکر میکنم نه از لحاظ اسلامی درست است. من میگم در افغانستان این مسئله حل شوه، یا این که در اون کشورهای بیرون میشه که حل کنه. پیام ما برابران و سیاسیون که بیرون از افغانستان قرار دارن است که از چانس و فرصت موجود استفاده کنند، همچنان برای مذاکرات معنادار سیاسی افغانستان با مسئولین نظام موجود گفتگوهای خود تداوم ببخشند، تا توانسته باشیم از طریق مذاکرات و دیالوگ سیاسی به حل ریشه‌ای مشکل افغانستان در واقع نقطه پایان گذاشته باشیم. مسئله افغانستان در خود افغانستان حل شود خوب است یا در بیرون از افغانستان؟ داخل افغانستان ما بارها تاکید کردیم که عزت و حیثیت افغانستان از دوشنبه و پاریس قابل اعاده نیست. اگر واقعا خواهان حفظ حیثیت و وقار افغانستان هستی، داخل کشور آمده همان طرح و برنامه سیاسی که داریم با نظام موجود و با مردم افغانستان شریک کنی و من حیث شهروندان مسئول و متحد افغانستان، دوش آدوش مردم افغانستان در آبادی کشور سهم خود را داشته باشیم. و در حال حاضر هم جناب آقای دکتر عبدالله هم در کابل وجود موقعیت داره و بالاخره آقای کرزی هم هستن، چهرهای سیاسی دیگه هم هستن. کدام دلخوری نیست میتونن که در اینجا اینا زندگی کنن، وطنشان هست؟ واقعا متاسفانه بعضی از سیاسیونی که امروز در بیرون از افغانستان قرار دارن، دنبال یک حادثه هستن که باز موج‌سواری کنن. در واقع از تجاربی که از گذشته دارن در برابر اراده مردم افغانستان، در برابر خواستا و مطالبات مردم افغانستان یک بار دیگر معامله داشته باشن. اما مردم افغانستان حالا شناختشان به روشنایی رسیدن، نمیگذارن بعض از اشخاص و افرادی که فاقد پایگاه اجتماعی و مردمی در افغانستان هستن با سرنوشتشان بازی کنند. خب ملت افغانستان در قبال از اینا میدونن، قضاوت هم میکنن که چی کردن چی نکردن. هر حزبی که باشه، هر تنظیمی که بوده باشه، اونا چی میگن، از هر قومی که باشن، نتیجه کدام نتیجه مطلوب از اونا نگرفتن، درست؟ متاسفانه. اما کارهایی که باید جوانا انجام بدن برای یک ملت واحد، یک دولت مقتدر، چی باید باشه؟ پیام ما به جوانان و به هم نسلای ما و شما که در رده سینی
جوانان قرار دارند. وحدت و همگرایی یگانه گزینه است که شاید پروسش طولانی باشه، اما یک زمان نتیجه مطلوب و ملموس در قبال خواهد داشت و اگر برای یک بار هم شده باید از امروز شروع کنیم تا تانسته باشیم خلاها و مشکلات و فاصله هایی که در گذشته بین اقوام و جوانان موجود بود این فاصله ها برداشته شد. تعصبات باید دامن زده نشه؟ بدون شک. کارکرد امارت اسلامی را در 3 سال پسین چی ارزیابی میکنه؟ در بخش های مختلف اگر فکر کنه؟ پروژه های مختلف البته در اوزه های مختلف روی دست است. از پروژه های عامل منفعه و توصیویشان مردم افغانستان قطعا راضی هستند. در 3 سال گذشته ما شاهد هستیم که در قسمت تطبیق پروژه های عامل منفعه که خواست دیرینه مردم افغانستان بود خیلی اساس و فعال هستند. تنها با این بازسازی های 3 سال گذشته اکتفا نمی کنیم، باید طرح‌ها و برنامه های توصیه‌ای که در سایر بخش ها و اوزه ها دارند به منصه اجرا بگذارند. در کدام بخش ها باید کارهای خوب صورت بگیره به نظر شما من حیث یک جوان؟ امروز متاسفانه جوانان بدور از علایق و گرایش های سیاسی که در افغانستان حضور دارند، از تجربه هایشان، از استعدادشان باید در ساختار امارت اسلامی افغانستان استفاده شود و در امر خدمتگذاری به مردم افغانستان مصدر خدمت واقع شوند. شما می دانید که بخش فیصدی کلان مردم افغانستان خاصتا جوانان امروز در یک بلا تکلیفی و بیکاری به سر می برند که متاسفانه در 3 سال گذشته هم شاهد هستیم که روانه کشورهای مختلف شدند و این چانس که امروز در اختیار نظام موجود قرار داره باید در راستای برگشت جوانان به کشورشان در قسمت ایجاد کار و شغل از پیش اساس‌تر باشه. سلامت باشین یورش عزیز. عزیزان دل وقفه داریم، زود برمیگردیم. سلام مجدد وطن‌دارای گلم، انشالله که صحت‌مند باشید. اینترکانتیننتال یگانه هتل ملی و تاریخی در سطح کشور، مهمان ما جناب احمد شاه یورش، فعال سیاسی. یورش عزیز، در مورد نظام‌ها، خیلی نظام‌ها در افغانستان آمدن رفتن، مؤثرترش کدام بوده و کدام مورد مد نظر گرفته شده از لحاظ سیاسی؟ و چون شما هم شاگرد بخش سیاست دیپلماسی هستید، اگر ما نظامای تاریخ معاصر افغانستان مطالعه داشته باشیم بدون شک که مشکلات در نظامای مختلف وجود داشته، بنابر وابستگی های سیاسی اقتصادی همواره نظامها مطابق نقشه رای بعضی از بازیگران بزرگ بین المللی در واقع عمل کردن. در شرایط موجود حس عدم وابستگی که شکل گرفته، اگرچه تعاملات و مناسبات در روابط بین الملل یک امر طبیعی و معمول است، اما زمانی که منوط و مشروط میشه فکر میکنم که مبحث دیگر به خود میگیره. اما یقین کامل دارم در شرایط موجود حس عدم وابستگی که شکل گرفته، امیدوار هستیم که نیازمندی و وابستگی های ما به حداقل خود برسد. امارت اسلامی چی کارهایی را باید انجام بدن از لحاظ از این که به رسمیت شناخته شود، دنیا به رسمیت بشناسه؟ حالا هم ما هم میبینیم در کشورهای مختلف مخصوصا همسایه ها سفارت های امارت، دولت امارت اسلامی در اونجا باز هست و فعالیت ها دارن، اما این که به رسمیت شناخته شود و بالاخره اون پولایی که فعلا مزدود است اونا باید آزاد شود، چون پول از ملت افغانستان است باید برایشان پرداخت شود. رای حلش چی هست از نظر شما؟ رای حل این مسئله را در تمکین به اراده کل مردم افغانستان می دانم که نظام موجود به اراده کل مردم افغانستان تمکین کنند و به واقعیت‌ها و تنوعات افغانستان احترام بگذارند. اگر
در حوزه سیاسی است، اگر در حوزه قومی است، اگر در حوزه مذهبی است، باید این مسائل مد نظر بگیرند. این در واقع آغاز مشروعیت ملی و بین المللیشان در مناسباتشان با بیرون از افغانستان خواهد بود. دقیقا چی را باید مد نظر گرفته شود؟ خب گفتم، تمکین به اراده کل مردم افغانستان. هدفتان انتخابات است؟ خب هر کار شیوه که حمایت و رضایت مردم افغانستان را تمثیل کنند، باید نظام موجود به عنوان یک حکومت که امروز در برابر مردم افغانستان پاسخگو هستند، باید مطابق خواست و اراده مردم افغانستان عمل کنند و تمکین به اراده جمعی فکر میکنم که گریگوشای خیلی از مشکلات در افغانستان خواهد بود، همچنان به تنوعات قومی و مذهبی و سیاسی حرمت گذاشته شود. تعصبات از بین برو و امارت اسلامی هم گفتن، رهبر امارت اسلامی، که به تعصبات باید نبویم. هر کسی که تعصبات قومی و سمتی و نژادی بکنه اونا باید مجازات شوند و این یکی از کارهای اساسی هست واقعاً. باید صورت بگیره. ما امیدوار هستیم که این مسائلی که یادآور شدن با گذشت زمان، با مرور زمان، در واقع مردم افغانستان دست پیدا کنند. رای حل مسئله سیاسی افغانستان، تعدادی از که در تعبید هستند، یک تعداد بزرگوارا را که من ببینم از طریق سوشال میدیا اعلان موجودیت میکنن که ما رئیس جمهور هستم، فلان معاون اولم هست، فلان معاون دوم هست، یک خانم را هم به حیث معاون سوم گرفته. این چی کار است؟ از نظر قانون اساسی و بالاخره از اصول اجتماع، همه موارد را که فکر کنه، این چی کار را اینا میکنن که ما در تعبید رئیس جمهور و اعضای کابینه خود را اعلان میکنه؟ متاسفانه بعضی از چالش ها و مشکلاتی که امروز در افغانستان قرار داره، هر کسی به نوبت خود در بیرون از افغانستان استفاده سیاسی خود دارن و میکوشن به شکل از اشکال که افسانه زبان ها باشن، اما چیرهایشان به قدر کافی شناخته شده، حتی کشورهای بیرون هم دیگر حاضر نیستن که بالای بعضی از چیرهایی که قبلا خودت یادآور شدی چند روز قبل با سه معاون خود اعلام موجودیت کردن، حکومت موازی و حکومت در تبعید، اگر واقعیت عزم و نیت به خاطر خدمتگذاری به مردم افغانستان دارن، چه خوب که بیان داخل افغانستان از طریق حمایت مردم و از طریق اراده مردم افغانستان به جایگاهی که مورد خواست و مورد نیازشان است دست پیدا کنند. اما بازم تاکید میکنم که امروز چانس ها و فرصت هایی که سیاسیون بیرون از کشور دارن فردا نخواهند داشت، باید از چانس ها و فرصت های موجود استفاده کلان داشته باشند، بیان داخل کشور شوند و دوش و دوش سایر سیاسیون در واقع در بازسازی افغانستان سهیم شوند. و بارها ما شاهد هستیم که نظام موجود، امارت اسلامی افغانستان اعلام داشتند که ما متحد به فرمان عفو عمومی امیرالمومنین رهبر امارت اسلامی افغانستان هستیم و خیلی چهره های دوره جمهوریت قسم قبلا شما یادآور شده، به شمول آقای کرزی و دکتر عبدالله که از چهره های معروف ملی و بین المللی هستند، امروز در داخل کشور قرار دارند. اونا را هم باید بیان دیگه، اگر سیاسیون از بالاخره خب بس عقلا و عقلاب دست، اگر عقلا مشکل داشته باشین خب شما پاسخ میدین، اگر یک شخص سر شما عارض میشه بله. اگر زمینش غصب کردین باید پاسخ بدین، اگر برادرش به قتل رساندین باید پاسخ بدین، اگر زورگیری کردین باید پاسخ بدین. بحثی است که او را باید خودتان جواب بدین، او را دیگه امارت اسلامی نمیتونه که. اما بس عقلا هست که امارت اسلامی، مثلا آقای مسلمیار از خیلی چهره ها از مجلسین زردو، شورای ملی، سنا و ولس جرگه اینجا هستن و فعالیت های تجاری میکنن. بالاخره دوستایی که در حکومت ازبق بودن اونا کار خود را کردن، این که چی کردن قضاوت در قبالشان است. امروز امارت اسلامی که حاکم است کار میکنن و ملت افغانستان هم قضاوت میکنه که چی کار بنیادی میکنه یا نمیکنه. جناب آقای یورش، اون خانمایی که در بیرون از افغانستان در کشورهای مختلف نشستایی را که برگزار میکنن، نمایندگی از خانمان افغانستان کرده میتونن از زنان افغانستان؟ به هیچ وجه. چند روز قبل هم در مجلس حضور داشتیم بس از خانما. بله. خب با او شیوه و با او حرکات و جست که در بیرون از افغانستان دارن، هیچ نوع وجه مشترکشان با جغرافیای بنام افغانستان دیده نمیشه. ما یک کشوری هستیم
با فرهنگ مختص به خود، البته در مسائل حوزه اعتقادی ما باید همه کارکردهای ما در مطابقت با مسائل اعتقادی ما باشه. متاسفانه همان پروژه بگیری‌هایی هستند که ارزگاه مطابق پروژه‌ای که از طرف کشورها برایشان داده میشه در واقع عمل میکنن، و روزای نخست امارت اسلامی هم که داخل افغانستان شدن، شما میدانید که در جاده‌های کابل، در خیابان‌های کابل حضور پررنگ داشتن. بله. اما هر کدام به دنبال کیز بودن، بعد از یک مدت از افغانستان خارج شدن. نمایندگی از زنان با عفت افغانستان خانمایی میکنن که امروز عملا در بخش‌های مختلف فعالیت میکنن در داخل خاک افغانستان، بدون شک. در بیرون نمیتونن که اونا نمایندگی بکنن به هیچ بدلیل، از اینکه فرهنگ و کشورت یک کشور اسلامی است. واقعا امروز با نام هر خانم افغانستان در بیرون از کشور اطلاعات و معلومات که ما خود ما داریم، به بهانه ای که ما یک اجتماع برگزار میکنیم، یک گردهمایی برگزار میکنیم، با بسیار پول انگفت و گزاف از سوی کشورها برایشان در بیرون از افغانستان پرداخته میشه و همو حرکت های اعتراضی و بعض گردهمایی های خود دارند. در حالی که چند تیم هم هستن، فکر کنم گروه های مختلف و تیم های مختلف هستن که متاسفانه هر از گاهی کوشش میکنن که با استفاده از فرصت ها و اهداف شخصی خود دست پیدا کنن، اما نماینده مردم افغانستان نیستن. خب زمانی که ما از افغانستان نام میگیریم، یک کشور دارای جمعیت 40 میلیونی است. در کجا ثابت ساختن، کدام کارشیوه صورت گرفت که با نمایندگی از مردم افغانستان و خانمهای افغانستان گردمایی و اجتماعات دارن؟ توصیه شما همی است که باید از این کارها اگر من در خاک افغانستان بیم. خب ما قبلا هم اشاره کردم، موضوعی که خودتان یادآور شدیم، ما بالاتر از هر چیزی اعتقاد و باورهای ما برای ما مهم است. مشکلاتی هم که در 40 سال یا بیشتر در افغانستان وجود داشته، بحث اعتقادی مردم افغانستان بوده که هر زمان در برابر بعضی کشورهای که در تضاد با آیین و باورهایشان گام برداشتن، استادگی کردن. پنشیر میرین بعض وقتا؟ بله، چند روز قبل، البته دو هفته قبل، یک سفر به ولایت پنشیر داشتیم و از آب و هوای ولایت زیبای پنشیر مستفید شدیم. البته کل افغانستان زیبا و مقبول است. امنیت انشالله دیگه مشکل هیت نیست. خب دغدغه‌ای که از قبل وجود داشت، متاسفانه همان مطلب می آمدیم سر از این مورد هم جناب آقای یورش. جبهه موسوم به مقاومت اینا چی میکنن به نظر شما؟ کارهایشان اصلا علاقمندی ندارم که روی همین بحث مقاومت بارا تاکید کردیم. ما دنبال گزینای البته مسالمت آمیز و گفتگوهای معنادار سیاسی هستیم. به هیچ وجه طرفدار گزینه نظامی در برابر نظام موجود نیستیم. نیستیم. بیرون از افغانستان نرفتین؟ شما کیس میز هم داشتین و بالاخره خب کشور را ترک نکردین؟ فضای کشور چون وطن مادر است و مسئولیت کلان در برابر وطن و در برابر مردم افغانستان داریم. البته چانسای موجود بود، اما نخواستیم که بیرون از کشور شویم تا تانسته باشیم دوش و دوش سایر مردم افغانستان و جوانان آیسته آیسته با مردم افغانستان و در آبادی کشور کار کرده باشیم. دوستایتان در خارج از حتما تماس می داشته باشه با شما که افغانستان وضعیتش خراب است، شاید بعض موارد را بگوین، با ما هم تماس می گیرن که آقای فدایی شما چطور در شرایط فعلی مشکلات است و گیری گرفت است. خب این که یکی دو بار ما سوی تفاهمات پیش آمده بود، از شما امارت اسلامی نمیگن یا بعض دوستایی که شما عضو جنبش بدین و چی کردین و چی نکردین و یا مشکل ایجاد کرده باشن همین سه سال پسین هم چون مشکلات ایجاد نشده دیگه؟ تا اکنون احساس نکردیم. خب دوستا، البته فامیلا و خانوادهایی که در بیرون از افغانستان هستن، گاهی اوقات تماس می داشته باشن، دائم پیام ما پیام مثبت بوده. بارها گفتیم به دوستا که برخلاف شعارا و یک کابوس که از افغانستان برای شما در ذهن شما تلقین میکنن، برخلاف او افغانستان چون این تبلیغات منفی که جریان داره وجود نداره. شما من حیث شهروندان میتونه که دوباره به افغانستان بیایی
و مصدر خدمت به مردم افغانستان شوید. یعنی تشویقشان میکنین دیگه؟ بدون شک. سلامت باشین جناب یورش عزیز. پیامتان به ملت افغانستان. پیام... با یک خاطره جالبتان قبل از پیام. در کشور قرار داریم که پر از خاطره جالب و خاطره منفی و خاطره مثبت است. خاطره های مختلف از نمیدانم از کدامش یادآور شوم. یک خاطره جالب به نظر شما. یکی از روزا خاطره سیاسی نگوی چون شما در موارد سیاست بودین یک خاطره جالب رخ میده بعض وقتا. یک زمان البته یک سال دو سال قبل یکی از مسیرهای کابل روان بودیم دنبال یک آدرس و نشانی بودیم. خب در چند قدمی استاد توقف میکردیم از دوستا که یک محل و مکان بود نام میبردیم که در کجا موقعیت داره. بالاخره اون نام مکان هم نام یکی از اشخاص بود. بالاخره در جای رسیدیم که از کسی که سوال کردیم گفتیم که همی رستوران فلانی در کجاست. گفت رستوران نگفتیم که همی منطقه همی محیط که است یک رستوران بود. اتفاقا نام پدر از وام با همین نام گفت ما بچهش هستم. خیلی خاطره جالب بود که هیچ وقت همون روز از همه خنده دیگه او بیچاره یک راهگذر بود که ما بچهش فکر کرد که شاید کدام امتیاز باشه کدام گپه گفت خودم هستم بگوید چی کار و ضرورت داره. بسیار خاطره جالب بود. پیامتون به ملت افغانستان؟ پیام ما به ملت افغانستان پیام همدلی برادری و همگرایی است. چون ما از فاصله بین اقوام طعم تلخش در سالهای متمادی چشیدیم. وحدت و همگرایی و انسجام مردم افغانستان در واقع مشت آهنین و کوبنده بدان کشورهای است که متاسفانه فعلا هم میکوشند که بازش شکل از اشکال بعضی از پروژه را در قبال افغانستان تعقیب کنند. خدا خیر نصیبت کنه جناب یورش عزیز که دعوت ما را پذیرفتین. یک دنیا سپاس. بخیر باشه. بدون شک که باید ما همدلی و همزبانی را پیشه بگیریم و اینکه افغانستان خانه مشترک همه ما هست و اینکه ما میگیم در یک باغ که داخل میشیم گلای رنگارنگ است و اینکه پشتون و ازبک و هزاره و ایماق و بلوچ همه ما مسلمان هستیم و الله داریم و یک رسول داریم باید در صلح و صفا و برادری و اخوت زندگی بکنیم. اینکه عقده داشته باشیم، اینکه در قبال یک از هموطن دیگه خود عقده مندانه عقده گشایی بکنیم، این اصلا نه اصول اجتماعی را میگن، نه الله را میگن، نه رسولی را میگن. ما باید همو بدون شک اسلام هم اسلام از دین معتدل، دین همدیگر پذیری هست، دین صلح هست، دین این که ما از این باید لذت ببریم. و یک دنیا سپاس باز هم جناب یورش عزیز که به برنامه ما تشریف آوردین. تشکر از شما که در برنامه زیبایتان دعوت کردی. سلامت. یک خاطره شد که سلامتی. از برنامه شما رفته از ثبت همو دفتر خاطرات. به سلامت باشین. یک دنیا سپاس از این که شما تشریف آوردین. سپاسگزاری میکنم از اینترکانتیننتال یگانه هتل ملی و تاریخی در سطح کشور که برنامه شام یکی ویژه را در اینجا ما ضبط میکنیم. تا برنامه های آینده که با مهمانان متفاوت میباشیم شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. شب و روزتان بخیر.